بذاریم دو تا اسید اکسیژن دار رو با هم رسم. اولی H2O3. چیکار می‌کنیم برای رسمش؟ اتم‌هاشو جدا می‌کنم. کربن اتم مرکزیه، می‌نویسمش. به تعداد هیدروژن‌هاش OH می‌نویسم، میشه دو تا OH و یه دونه اکسیژن هم باقی می‌مونه. حالا بریم سراغ بررسی رسمش. کربن گروه 14 است. 4 تا الکترون لایه آخرش داره. لایه آخرش به 2s و 2p2 ختم میشه. اون 4 تا الکترون اسمشون الکترون‌های ظرفیتیه و من الان یه کربن رو میارم این وسط. حالا اون اوهاشا هیچی نمیفهمن. اول باید وضعیتشون رو مشخص کنی. چرا؟ چون یک الکترون تک بیشتر نمیخوان. اولین اوهاش میاد یکی از الکترون‌های تک کربن رو میگیره. اوهاش بعدی میاد الکترون تک بعدی رو میگیره. میمونه یه دونه زوج با دو تا اوهاش. یه دونه زوج که اینجا دارید میبینید با دو تا اوهاش. حالا چه اتفاقی میفته؟ اکسیژن میاد. این اکسیژن فهمیده است. اینجا نگاه کنید. داستان از این قراره. دو تا تک داره. به کربن میگه آیا من میتونم با تو پیوند دوگانه تشکیل بدم؟ کربن میگه آره میتونی. به همین دلیل بین اینا پیوند دوگانه تشکیل میشه و من الان ساختار H2O3 یا کربونیک اسید رو رسمش کردم. اما اسیدها میتونن هاش مثبت از دست بدن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ میتونه این اوهاشه بشه اوی منفی، یعنی هاش مثبتش از دست بده. اسم این الان هیدروژن کربناته و بعد میتونیم هاش مثبت بعدی رو هم از دست بدیم و اینجا بهش میگیم کربنات. پس CO3 دوباره منفی رسم شد. اسید بعدی H2O3 هست. دوباره نویسیش کنیم. نیتروژن رو داریم، یه دونه OH هم کنارش داریم، دو تا هم O داریم. پس میشه NOH O2. حالا میایم نیتروژن رو به عنوان اتم مرکزی الکترون های لایه آخرش رو در نظر میگیریم. نیتروژن گروه 15 است. 5 تا الکترون لایه آخرش داره. میاریمش این وسط. یه دونه OH که هیچی نمیفهمه باید بهش وصل بشه. OH رو میاریم، یکی از الکترون های تک N رو میگیره، میمونه دو تا اکسیژن. اکسیژن بعدی رو میاریمش. این اکسیژن بعدی، اکسیژن بعدی پیغام میده به نیتروژن آیا من میتونم با تو پیوند دوگانه تشکیل بدم؟ میگه بله میتونی و در نتیجه پیوند دوگانه بین اینا شکل میگیره. اکسیژن آخر میاد پیغامم میده که آیا تو میتونی پیوند دوگانه با من تشکیل بدی؟ ولی جواب نیتروژن نه. چرا نه؟ داخل پکیجا کامل همه این چیزا توضیح داده شده. تو این ویدیو نمیشه یه همچین موضوعی رو جمعش کرد. به همین دلیل اکسیژن به این ترتیب با نیتروژن پیوندش رو برقرار میکنه. HNO3 یک اسید یک ظرفیتی هست، چون فقط یک دونه هاش مثبت میتونه از دست بده. اون یه دونه هاش مثبتش رو بگیریم ازش، میشه نیترات، NO3 منفی. امیدوارم مفید بوده باشه.